داوود رشیدی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، صبح جمعه در 83 سالگی درگذشت. لیلی رشیدی، فرزند این هنرمند، به رسانه‌های ایران گفته که داوود رشیدی بامداد امروز در منزل به دلیل ایست قلبی درگذشته. آقای رشیدی پس از تحصیل در ترکیه و پاریس در دانشگاه ژنو سوئیس به تحصیل کارگردانی و بازیگری پرداخت. آقای رشیدی از سال 1350 تا سال 1390 در بیش از 40 فیلم بازی کرد. او در سالهای اخیر از بیماری آلزایمر رنج می برد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم شپول عباسی در استودیو با منه. شپول، خب آقای رشیدی هم قبل و هم بعد از انقلاب در سینما و تئاتر حضور داشت. چه زمانی بیشتر شناخته شد؟ یعنی مردم با کارهاش بیشتر آشنا شدن و تبدیل به یک چهره شناخته شده شد؟ درسته نگار، همونطور که گفتی آقای رشیدی که از ویژگی‌هاش این بود نسبت به سایر بازیگرها اینه که تحصیلات خودش رو در غرب به پایان برد و معدود بازیگرایی داریم در ایران که تونسته باشه این فضا رو داشته باشن و وقتی به ایران باز میگرده آقای رشیدی در واقع با فضای تئاتر شروع میکنه که شهرتش رو در فضای روشنفکری و اینتلکچوال اون فضا پیدا میکنه، ولی با فیلم آقای جلال مقدم فرار از تله در واقع به سینما اومد و با فیلم کندوی فریدون گله در واقع شناخته شد در نقش مکمل مرد، که این هم یکی دیگه از ویژگی های آقای رشیدی بود که بیشتر در فیلم های نقش مکمل بازی میکرد در قبل از انقلاب. کارهای تلویزیونی خیلی شاخصی داشته آقای رشیدی، اما از یک زمانی به بعد، اواخر دهه 70، سالهای 70 خورشیدی، البته اونقدر که باید نمیدیدیم که فعال باشن. فضای کاری آقای رشیدی فراز و نشیب عجیبی داره نگار. در واقع زمانی که فضای سینما در اختیار کسایی چون بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، فردین بود، در واقع کمتر فضا در اختیار آقای رشیدی بود. بعد از انقلاب در واقع از تلویزیون اخراج میشه که مسئول گروه نمایش و تئاتر تلویزیون اون موقع بود و بعد باز دوباره به سینما، در فضای سینما به سراغش میاد، در چند تا فیلم بازی میکنه. در بعد از بازی در فیلم های آقای کیومرث پوراحمد 10 سال دیگه بازی نمیکنه، ولی اگرچه از فضای تلویزیون اخراجش کردن، باز هم در سریال های تلویزیونی دعوت میشه. سریال هایی مثل گورکا، عطر گل یاس و این روز اگه یادت باشه نقش رئیس جمهور این دولند هم اگه یادت باشه بازی خیلی خوبی بود.